از کدوم قصه ای که خواستنه. فکر میکنم 4-5 دقیقه منتظر بودم پشت صحنه، یه جایی شد، باور کنید با صمیم قلب دارم میگم، گفتم برم بگم نمیتونم، برم بگم آقا معذرت میخوام یه روز دیگه بخونم. واقعا قلبم داشت میتپید که یهو میکروفون رو دادن دستم، خودم رو دم پله‌ها دیدم و اون لحظه چشمم بستم و دعا کردم، فقط گفتم پدر کمک کن که من بتونم. و اونجا واقعا اون سیمه وصل شد با خداوند و اون اتفاقای قشنگ و زیبا اونجا افتاد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، بتونم باز هم احساساتم رو با شما به اشتراک بذارم و چیزی که در قلبم هست رو به زبون بیارم برای همه شما عزیزان. مرسی. خب تمام داورا عزیزن، برای همه، برای مردم ایران، مردم مهربون کشورم ایران. ولی تو اون لحظه واقعا نمیدونم چی اتفاقی افتاد. خیلی دوست داشتم با آقای بیژن مرتضوی کار کنم، ایشون مربی بنده باشن، ولی اون لحظه تمام خاطرات کودکی من با فیلم ها و آهنگ های خانم فروهر جلوی چشمام اومد و ناخودآگاه دستم به سوی ایشون رفت و افتخار اینو دارم که شاگردی ایشون رو بکنم. در میونه اواسط اجرام بود که خانم فروهر برگشتن و دیگه اونجا افسار کار از دستم گریخت و اصلا دیگه چون مطمئن شدم دیگه هستم در این برنامه، خیلی خوشحال بودم، یه حس متفاوت واقعا با کلام نمیشه اینا رو بیان کرد، یه حس خوشحالی همراه با اینکه تو باید اجرا کنی تا انتها، باید خیلی خوب اجرا کنی، خیلی حس عجیب غریبی بود و اون اتفاقای خیلی خوب افتاد و خیلی خوشحالم. لیلا جان انتخاب میکنم. قربان تو عزیزم، خیلی بازم تسلیت میگم، میدونم چقدر سخته و این سختی اومدی اینجا برای ما خوندی، خیلی به افتخارش دست بزنیم. برابو. برای اجرای بعدی تمام تلاش هم میخوام بکنم که خیلی کار خوب و خطای کمتر، تا اونجا که بتونم کمتر خطا کنم و باب میل مربی عزیزم خانم لیلا فروهر باشه اجرامون. و چون هنوز نمیدونم واقعا چه کاری رو باید اجرا کنم، ولی مطمئنم استراب و دلهورم کمتر خواهد بود چون این مرحله رو گذروندم. خوشحالم.